امام جمعه سنی تندروی حامی طالبان در یک انفجار مرگبار ظهر جمعه یازده شهریور در هرات کشته شد مجیب رحمان انصاری امام جمعه مسجد گازرگاه حرات به همراه سی تن از نمازگزاران این مسجد کشته و ده ها تن نیز زخمی شدند همکارم ماعده خاموش نگاهی داره به این انفجار و سوابق فکری این چهره افراتی حامی طالبان در هرات به گزارش یورونیوز به نقل از منابع محلی افغانستان یک انفجار مرگبار ظهر جمعه یازده شهریور شهر هرات شهر را لرزاند این انفجار ظهر جمعه در مسجد گازرگاه صورت گرفته و دهها کشته و مجروح بر جای گذاشته است به گزارش سخنگوی پلیس این شهر غربی افغانستان که دارای اکثریت پشتون و سنی مذهب است مجیب انصاری یک روحانی نزدیک تندروی سنی طرفدار طالبان به همراه جمعی از محافظان و همراه کشته شدهاند او خطیب نماز جمعه این مسجد است زبیه مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن این امام جماعت را در حساب توییتری خود تایید کرده است تصاویر منتشره در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که اجساد غرق در خون در اطراف محوطه مسجد پراکنده شده است مدیب الرحمن انصاری در اوایل ماه جویه در مجمع روحانیون در کابل گفته بود هر کسی که برای سرنگونی رژیم طالبان تلاش می کند باید سرش از تنش جدا شود او گفته بود پرچم طالبان به راحتی برافراشته نشده و به راحتی پایین نخواهد آمد همه علمای دین در افغانستان باید به توافق برسند که هر کس مرتکب هر عملی علیه حکومت اسلامی ما شود باید سرش بریده و هست شود در این انفجار حبیب الرحمن انصاری برادر مجیب الرحمن انصاری هم کشته شده است این دو چهره نزدیک به طالبان همواره توجیهگر کشتار و سرکوب و به شهادت رساندن شیعیان و هزاری ها در افغانستان بودند نخستین بار نام مولوی مجیب الرحمن انصاری در سال 1391 شنیده شد او در آن زمان در مقابل برگزاری کنسرت موسیقی که قرار بود در شهر هرات برپا شود اعتراض کرد و گفت اگر در این کنسرت خونها ریخته شد، مسئولیت آن بر عهده کنندگان این کنسرت خواهد بود. مولوی مجیب الرحمن انصاری عید نوروز را عید مشکی نامیده بود. مجیب الرحمن از روحانیون با گرایش سلفی در افغانستان بود که همواره به اراده خود علیه دولت پیشین افغانستان، طرفداری طالبان، افراط در دینداری و مخالفت با حقوق ابتدایی زنان و آداب و رسوم فرهنگی می‌پرداخت و همین های تند او را به شهرت رسانده بود. او در نشست های خبری خود زنان خبرنگار را اجازه ی حضور در نشست خبری نمیداد بر گزارش برخی منابع محلی و سایت های عربی داعش مسئولیت انفجار در مسجد گازرگاه حرات را بر گرفته است و این از آنجا ناشی می شود که اختلاف طالبان و بخشهایی از داعش بالا گرفته و طالبان برای به رسمیت شناخته شدن و به ویژه در پی ترور ایمن از زواهری در کابل به آمریکا قول همکاری برای قلع و قمع داعش دادند و تعدادی از نیروهای داعش را هم دستگیر و تحویل آمریکا دادند که این انفجار انتقام آن محسوب می شود. ماید خاموش اخبار شیعه